درود و شامتان شاد گفتگوی زنده آخر خط را با من رشاد زریر از نور بیننده هستید داعش و قرار گرفتن در مسیر روبه پایان از نفسهای آخرش در خاور میانه تا تهدیداتش در افغانستان گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام یا داعش که در زمان کمی از عمرش وحشت و نگرانی خیلی بیشتر از دهشتگری دیگر گروه های که دهها حضور داشتند به میان آورده بود گویا نفس های باپسینش را در مرکز و پیرامون پایتختش می کشد. ارتش ایراق به همکاری نیروهای زمینی و هوایی چندین کشور طی ماه گذشته توانستند شهرهای زیادی را از سوریه و عراق از جنگجویان گروه داعش بازپس گیرند پایگاه های این گروه را از بین ببرند و سرانجام در روزهای اخیر شرق شهر موسل را از دست داعشیان تصرف و راههای فرار آنان از این شهر را نیز ببندند در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا که برای نخستین بار پس از به قدرت رسیدنش در کانگره کشورش سخنراند با جدیت بیشتر روی موضوع داعش ستیزیش تأکید کرده و وعده داد این گروه که هیچ دین و قانونی را نمیشناسد نابود خواهد کرد. با این همه هرچند سخنگوی ناتو در افغانستان به تازگی از کاهش اعضای داعش تا 700 جنگجو سخن میزند این گروه اما در چند ماه اخیر فعالیت های گسترده حراس افغانانه را در افغانستان انجام داده است. پس آیا خلافت داعش پایان خواهد یافت و سرانجام این گروه در افغانستان سرنوشت این گروه در افغانستان چه خواهد شد با این میوریت بحث را آغاز می کنم با حضور آقایان دکتر محمد اکرم عارفی استاد دانشگاه و عزیز احمد حنیف نویسنده و پژوهشگر خیلی خوش آمدید آقای حنیف به هدف گشایش بحث به نگاه فشرده ای داشته باشید چگونه بستری در خاور میانه داعش را پرورید به وجود آورد و پرورید سلام بر شما مهمان برنامه و بینندگان عزیز یک سلسله کشمکش ها و رقابت های که بین کشورهای منطقه و قدرت های بزرگ جهان بود ای باعث شد که داعش در منطقه به وجود بیایه اما رفت رفته وقتی که جنگ در کشورهای عراق و سوریه شدت گرفت اخیرا دیده میشه که یک سلسله تغییرات گسترده در سیاست گذاری های خارجی کشورهای منطقه و همچنان قدرت های بزرگی که زیدخل هستن در بازی های منطقوی رونما گردیده دقیقا وقتی که ما میبینیم در پنج ماه اخیر مسائلی که باعث شده تا داعش به شکست روبرو شود در کشورهای عراق و سوریه یکی شکلگیری یک ائتلاف بزرگ منطقوی بر رهبری روسیه هست روسیه و ترکیه از کشورهایی هستند که در منطقه عراق و سوریه زیدخل هستند و همچنان ایران و سعودی از کشورهای منطقی قدرتمند منطقوی دیگری هستند که در بازی ها سهم به سزایی دارند در مجموع همچنان ایالات متحده امریکا که در تمام ای بازی ها نقش تعیین کننده را داشته باشه اما در یه واخر دیده میشه که کشور عربستان سعودی در یمن خیلی خسته شده در جنگ یمن علیه است. ایران و ایران هم جنگی را که در یمن پیش میبره و همچنان در عراق پیش میبره خیلی معلوم میشه که از این جنگ ها خسته هست و تحمل پیشبرد از ایران نداره این شکل روس ها در اواخر ما دیدیم اقدامی که در حلب کردن و جنگ هایی را که علیه داعش و گروه های جنگجو پیش بردن نشان دهنده یک عزم قاطع و تصمیم جدی روسیه بر مبارزه علیه داعش و پروژه های غربی بود به این اساس همچنان یک نقطه که در خور توجه اینجا هست تغییر در مدیریت کاخ سفید برهبری دونالد ترامپ که بیشتر روی سیاست داخلی امریکا متمرکز هست توجه داره ای عوامل در کل باعث میشه که کشورهای منطقوی و همچنان قدرت های بزرگ زی داخل در قضایه های منطقه در مجموع همیشان در تلاش ازی هستند که جنگ ها کاهش پیدا کنه این جنگ ها به نفع هیچ یکی از اینا نیست با جز شاید یکی دو قدرتی جنگ به نفعشان باشه که اونا دور هستن خیلی این منطقه و میخوان که جنگ بیشتر برفروزن و رقبایشان تهدید تحدید بکنند در میخبری پرسش اوالم اگر باشم و بس ادامه بتیم را شما با کلیتش نتیجه تضاد و همسویه سیاست های قدرت های جهان قلمداد داد و کلن می پروژه بوده اعتقاد و باور می هست که دایش یک پروژه هست درست. از طرف قدرت های غربی به وجود آمده و طوری که دیده میشه به شکل یک پروژه پیش برده میشه در عراق به وجود آمد رفت به سوریه در سوریه امروز به افغانستان نفوذ کرده نفوذ داعش در افغانستان در حالی که هیچ بستری برای داعش وجود نداره دقیقا نشان میده خیلی به وضاحت نشان میده که پروژه هست که از افغانستان تصمیم بیست که باید انتقال کنه به طرف کشورهای آسیای میانه اما چه بیستره و فراهمی های در خواهر میانه داشت که این فربه شد و گسترده شد دقیقا یک سلسله انگیزه های کنیشی هم وجود داشته اینجا که قرارت های ناقص دینی و همچنان خشونت هایی را که ایالات متحده آمریکا در عراق مرتکب شد به عنوان مثال در زندان ابو غریب کارهایی که سربازان ایالات متحده آمریکا کردند قطعا در تاریخ در یک قرن اخیر هیچ تکرار نشده و در هیچ جای تکرار نشده بود و همچنان از اخده هایی اخده هایی که در در زندان گوانتانامو و جاهای دیگری علیه اسرای القاعده و جنگجویان ضد آمریکایی صورت ده. گرفت تا این و انگیزه ها در پهلوی قرائت های ناقصی که از دین وجود داره در کشورهای اسلامی همه یک جا شد و یک بستری مهیا شد برای زادن برای تولد به وجود آمدن اما خیلی کوتاه این که دایش حتی توانست با گونه خیلی شگفت انگیزش از کشورهای اروپایی حتی هوادار و سرباز بگیره ای به چه معنا است یک نقطه خیلی خوبی را شما اشاره کردین در کشورهای اروپایی طوری که دیده میشه وقتی که ما اعتقاد و باور ما به هست که یک پروژه غربی میتونه باشه زمینه های وجود داره از طرف سازمان استخباراتی و از طرف حلقات زی دخل در رشد و پرورش داعش که در کشورهای اروپایی انسجام وجود داشته باشه و ارتباطات وجود داشته باشه در حالی که سازمان های استخباراتی خیلی نیرومند هست در کشورهای غربی که اونجا هیچ زمینه وجود بره نداره برای رشد و پرورش داعش اما برعکس ما میبینیم در کشورهای اسلامی زمینه برای پرورش داعش وجود نداره حتی در سعودی <تصفح> برعکس ما میبینیم در لندن و در جرمنی، ایتالیا و کشورهای دیگه اروپایی و همچنان امریکا که اونجا ارتباطاتی وجود داره بین افراد وابسته به داعش که های ناقص از دین اونجا نقش بازی کرده نمیتونه دقیقاً میتونه های ناقص نقش بیشتر در کشورهای اسلامی میتونه داشته باشه رست. اونجا انگیزه های استخباراتی و انگیزه های سیاسی بیشتر میتونه نقش داشته باشه اونا آگاهی ندارن کشورهای اروپایی و آمریکا و مسلمانانی که هستن از وضعیت منطقه آگاهی ندارن شما ببینید به عنوان مثال وضعیت کفیران در مصر جریان داره ما آگاهی نداریم به گونه‌ای که ایجاب میکند از وضعیت مصر این شکل قضایی که در عراق میگذره از ها و تنش که بین قدرت های منطقوی هست اینا رو مسلمانان یا جوانان احساساتی و عاطفی که در اروپا زندگی میکنن و یا در امریکا زندگی میکنن اونا از این وضعیت ها خبر ندارند که بازی چه هست و سر نخبه دستی کیست پروژه کدام است فقط با احساس پاک دینی که دارن و تبلیغاتی که از طرف سازمان استخباراتی برشان میشه باعث میشه که بیاین به جنگ عراق به خاطر است که ما میبینیم بیشترین کسانی که در صفوف داعش فعلا حضور داره از کشورهای اروپایی و کشورهای غربی است بیشتر از از کشورهای اسلامی باشه خیلی ممنون جناب دکتر تعریف شما از داعش چی است و بعد دید شما داعش از کجا سرچشمه گرفت و چی جویهای توانیست که داعش را تای این مدت کوتاه به یک رود این همه خروشان تبدیل بکنه بسم الله الرحمن الرحیم <applause> دایش دا یک گروهی که با ظاهر و بچه اسلامی و دینی با شعار و اهداف به اسلامی سن مدها در ماهیت یک گروه بیشتر سیاسی است ما اگر بیستر خارمیانه و کشورهای عربی را در نظر بگیریم ببینید پس از فروپاشی شوروی یک طرح کلانی که از سوی آمریکا رهبری میشد ای بود که دنیا باید ب سوی دموکراتیک شدن حرکت بکنه احا. در این پروسه ای کلان در نظر گرفته شده که اگر آمریکا بخواد هژمونی و قدرت خود حفظ بکنه باید نظام های معارض با آمریکا کم کم باید از بین برود درست و نظام دنیا دمای دموکراتیک شوه یعنی هم ما در استراتژی بوش میتونیم ببینیم در استراتژی اوباما که به صورت رسمی اعلام کردن باید دنیا دمای دموکراتیک شوه خب این نقطه را شروع کرد از مناطق خوارمیانه و از مناطق عربی که رژیم های استبدادی و اقتدارگرا یا به قول دیگر رژیم های ناساز با نظام بین الملل و غربی ها این نظام, نظام ها تغییر بکنه منتها اینا بنایش بر این بود که از طریق حرکت های دموکراتیک نیروهای جوان طبقه متوسط اونایی که افکار روشنفکرانه و لیبرالی داره اینها را از طریق حرکت های مدنی مانند مصر و تونس و بحرین و چندین کشورهای اینا را بینید تا بیتونه ولی این حرکت خیلی زود به بون بس رسید این حرکت های مدنی چون نظام های اقتدارکرا ها را نداشتند که در برابر حرکت های مدنی به اصلاحات بپردازایی یا به عقب نشینی خیلی زود زمینه یک تنیش فراهم شد آمریکا خیلی زود به این نتیجه رسید که یک چیز دیگه بود که ماهیت حرکت ها خود به خود اسلامیزه شد حرکتی در تونیس اصلا رنگ اسلامی به خود گرفتن حرکتی در مصر رنگ اسلامی به خود گرفتن و حرکتی در اردن بیشتر اخوانی ها بودن پشتش اسلامی بودن حرکتی در بحرین هم بیشتر گروه های اسلامی روحانیون و علما پیشتازش بودند او چیزی که غرب تصور میکرد که حرکت های مدنی معمولا حرکت های لیبرال و دموکراتیک است با الگو پذیری، الگوی نظام سیاسی غرب ولی اون چیزی که در خاورمیانه تکرار شد حرکت های مدنی ماهیت هویت اسلامی گرفتند بازگشت به اسلام لذا اینجا بود که این جلوازی حرکت گرفته شد یعنی داعش در روی کرد دینش هم بستر به یک چنین کسانی که مثلا ایدئولوژیک به پیوندن باخن هم فراهم داشت در خودش یعنی میخوایم می رو بگیم که این رو ای رویش و یا استراتژی یا تاکتیک وقتی که ناکام مان که حرکت های اجتماعی نشد حرکت های لیبرال دموکراتیک اینا سعی کردن ده. که آ اسلامیزه شد و بعد اینا بودن اسلامیزه را مسیرش تغییر دادن خواه. که اون اسلامی بسیار افراطی و رادیکالی که توانایی براندازی نظام های اقتدارگرار داشته باشد و بعد کنترل و مدیریتش هم دست غرب باشد درست. اینا میفهمید اخوان در کنترل غرب نیست گروه هایی که ریشه در فلسطین داره اینا در کنترل غرب نیست یعنی اون حرکت های اسلامی که احا. حماس و کسای دیگر با اونها همکاری داره جهاد اسلامی اینا آمدن گروه دیگر را راندازی کردن به نام داعش که این داعش مدیریت و رهبری و در واقع سیاست گزارش دست قدرت های غربی بودن من تا باویچه و هویت اسلامی و دینی تا بیتونه در بین جامعه و توده ها جا باز کنه و با بعد قدرت سیتزویش هم بسیار بالا یعنی اینا انگیزه برای مبارزه با نظام های سیب داده رو داره یک در داشته باشین حالا در این کردی اسلامیش حالا این شیوه خاص شیعه ستیزیش به معنا بوده؟ من میگیم در حرکت هایی که رنگ مدنی و اجتماعی داشت یعنی خواستگاه بومی در میانه داشت اینا چند تا هدف داشتن مبارزه با استبداد در داخل بود مبارزه برای آزادی بود میخواستن وابستگی باستگی غرب مذهبی؟ و مبارزه با فرهنگ غرب بود آها. اما زمانی که این حرکت نو یعنی به شکل دایش آمدن گروه های خاص باویچه اسلامی آمده در میدان مبارزه ظاهر شدن اینا کاملا و را فراموش کردن اینا دیگه مبارزه با استبداد نبود در واقع اینا مبارزه مسلحانه بود برای هر کس در مقابلش است و بعد آبی به جای یک حرکت هویت یابی به این معنا باشد چون هویت اسلامی میانه از نوعی غرب در خطر بود یعنی هویت عربی و هویت دینی هم عربیت لباس و پوشش و آداب انانات، عربیت از فرهنگ غرب در خطر بود هم هویت دینی اینا هویت خود را اینطوری چی کردن که حوییت ما بیشتر از سوی شیعه در خطره در صورتی که شیعه یک مکتب و مذهبی در حال تهاجم در خاورمیانه نبود و ما مشخصه یک اقلیت بسیار محدود شیعه در خاورمیانه وجود داره ولی مبارزه رفت به سمتی دولت های اقتدارگرا و استبدادی که غرب میخواستن و بعد در درون جامعه رفتن به سوی جنگ های فرقه ای ها. به نام داعش و با حمایت های لوجستیکی مالی و استخباراتی بسیار گسترده که انجام گرفت داعش به عنوان قدرتمندترین نیرو در درون جامعه عربی و اگر این پروژه بندی بکنم و همسو با آقای حنیف که بالاخره این یک پروژه بوده و ریشه در قدرت های غربی داشته. یقینا یعنی تمام شواهد نشان می که به این شکل بیده. تشکر آقای حالا فکر می کنید که این شما فرمودید که اراده قاطع تر نسبت به گذشته به وجود آمده برای سرکوبی و ستیز با این گروه ها را سفکن فکر می که این اجماع جهانی واقعا اینکه حتی رقبا در یک صف قرار گرفتن با توجه به این کالا اگر داعش یک پروژه غربی بوده و حالا آمریکا هم در صف روسیه قرار گرفته و خیلی از رقبا در یک صف علیه داعش مبارزه میکنند و روی کرده همسو دارند فکر میکنید این اجماع فقط گروپوش داره یا هم واقعی است و انتظار میره که نتیجه راستین داشته باشه فکر میکنم ایالات متحده امریکا در کنار روس ها در مبارزه علیه داعش قرار نداره اگرچه در ظاهر امی شکل دیده میشه اما در باطن قدرت های همسو با امریکا که در عقب داعش قرار دارند امریکا نمیتونه از اونا به دور باشه و نمیتونه از معاهدات بین که علیه داعش قرار داره از او هم به دور باشه از طریق سازمان سازمان استخباراتی بزرگی که امریکا داره و از طریق پالیسی های زیرزمینی و پنهانی که داره میتونه پروژه ها را خیلی خوب پوشش بده و مدیریت بکنه اما روسها به عنوان یک قدرت بزرگ در حد تقریباً در 2 سال یا 3 سال گذشته نشان دادن خود که ما نقش داریم در زاد وباندای منطقوی و در معادلات جهانی معادلات جهانی هر تصمیم ایالات متحده امریکانا میتونه بگیره به تنهایی نمیتونه بگیره به این خاطر قدرت نمویی که طرف سوریه شو ی خود بخود امریکارا یک ضربی کو بندی بره امریکا بود و همچنان برای متحدین امریکا برای اروپایی که اگر شما پیشتر برین در ای پالیسی روسیا آماده است که به شدت جلب شما رو بگیره این یک طرف قضیه هست و طرف دیگه قضیه بعد ادامه بدید فکر میکنید ایلا امریکا بقیه کلن اراده واقعی برای سرکوبی و نابودی دایش دارن اصلا نداره امریکا به خاطر داعش ایجاد شده برای زی که آرایش سیاسی جدید امریکا هم دقیقاً داعش به خاطر ازی ایجاد شده که به کشورهای آسیا میانه نفوذ بکنه کشورهایی که خوبترین بستر برای رشد و پرورش افراطیت است شما امروز آیا آگاهی دارین یا ندارین در تنها در کشور ترکمنستان گفته میشه که بیشتر از یک میلیون اعضای حزب تحریر است و گاهی گفته میشه که حدود ده میلیون است به خاطری که حزب تحریر نهایت پنهانی فعالیت میکنه و بیشتر از که به یک سازمان سیاسی مشابه باشه به یک سازمان استخباراتی میمانه به این خاطر ای کسی آمار دقیق اعضای حزب تحریر در کشور ازبکستان تا هنوز پیدا نکرده عین شکل نفوذ بسیار بلندی در کشور تاجیکستان داره و همچنان در قزاقستان و ترکمنستان این بسیار بستر خیلی خوبی هست برای نفوذ داعش به این کشورها و نام ساختن مرزهای روسی ایدئولوژیکشان دقیقا به این خاطر داعش آمده به افغانستان و این واضح هست که پروژه از طرف غربی هاست اما نقطه دیگری که در خور توجه هست اینجا قدرت های مانند ترکیه و روسیه که مشکلات خیلی زیادی در گذشته با هم داشتن امروز با هم متحد شدن در قبال پلیسی های غربی ها مم. با عنوان مثال نشست هایی که در ماه دسامبر و در ماه جنوری در پایوان با آتشبس سوریه صورت گرفت مم. بین روس ها و بین ترکیه و همچنان با مشارکت ایران این سه قدرت خود به خود نشان میدن که یک ائتلاف بزرگ منطقوی در حال شکل گرفتن است علیه پلیسی های اه، اه، توتیه, توت، توتیه آمیز قدرت های غربی ببینین چند روز پیش یک نشست شش جانبه در مسکو صورت گرفت به خاطر قضیه صلح افغانستان اگرچه افغانستان زیاد امیدوار نبود دیگه نشست شرکتی که کرد هم یک مقام پاین رتبه افغانستان بود که شرکت کرد اما در مجموع دیده میشه که در منطقه روسیه ایران و ترکیه حتی پاکستان هم شاید ده ای تا حد هماهنگ باشه و در جنگ افغانستان پاکستان زیاد خوشبین نیست که قطع شوه اما در مجموعی قدرت ها میخوان که به جنگ های منطقوی پایان بدن و این جنگ ها سر نخشان به قدرت های غربی برمیگرده اونا کوشش میکنن که این شکلی که جنگ از جنوب افغانستان به طرف شمال افغانستان رفت به شکل یک پروژه و امروز طالبا برخلاف آنچه که توقع رفت به روسیه تکیه کردن ای زد و انها تمامش جنگ عراق جنگ سوریه جنگ یمن جنگ افغانستان تمام اینها به هم پیوسته هستند همه با یک دیگر ارتباط دارند وقتی که روسها و ترکیه جمع ایران میتونن آتش بس در ترکیه در سوریه برقرار بکنن این خود نشان میده نفوذ از و خود نشان میده قدرت و عزم و اراده از رو برای پایان بخشیدن به جنگ وقت در آتش بس در سوریه تاثیر مستقیم بالای شکست دایش در عراق داره به خاطری که از پشتیبانان مهم داعش گفته میشه که یکی ترکیه هست و یکی سعودی هست این که چقدر هست یا نیست اما منابع وجود دارد در کشورها که داعش سپورت میکرد درست. امروز وقتی که سوریه ور ش... سعودی ور شکسته میشه در در جنگ یمن و همچنان ور شکسته میشه در جنگ سوریه در جنگ سوریه سعودی مستقیم اونجا مداخله داره ترکیه هم منافع خود نمیبینه در جنگ میبینه که در عقب جنگ امریکا قرار داره به این خاطر سعودی ترکیه ایران چین و روسیه این کشورهای کشورهایی هستند که همیشان به خاطر پایان بخشیدن به جنگ در منطقه تلاش میکنن پاکستان هم با اینا در بعضی نقاط هماهنگی میکنه اما به خاطر پاکستان خیلی وابسته است به قدرت های غربی و شریک که ایالات متحده امریکا و بریتانیا زیاد صادقانه به خصوص در قبال قضیه افغانستان عمل نمی کنه کشورهای دیگه که نام گرفتم من اینا طوری که دیده میشه صادقانه در سیاست گذاری های خارجیشان تغییرات گسترده ای را آوردن و میخوان جلوی جنگ ها رو بگیرن و این این جنگا پایان این جنگا اگر با سلطجویی اونا در مخالفت هم باشه و با دورنمایی که اونا برای خودشان و گستردگی قدرت و نفوذشان در کشورهای منطقه و جهان سنجیدن در تضاد هم باشه دیگه اینا حالا به این نتیجه رسیدن همه که باید به این جنگا و ویژه حالا گروهی وحشتناک مثل داعش پایان بده اگر این جنگ ها پایان پیدا نکنه ایالات متحده امریکا به این نتیجه رسیده و روس ها هم به این نتیجه رسیدن همچنان چین و کشورهای قدرتمند جهان که رفته رفته کشورها می به طرف جنگ سیوم جهانی به این خاطر جنگ سیوم جهانی به هیچ کشور نیست شاید به بعضی از کشورهای اسلامی باشه که اینا قدرت ها وقتی که شکست بخوره کشورهای اسلامی دوباره زمینه وحدت یک پرچگیشان مساعد میشه و زمینه ایجاد یک بازار مشترک بینشان مساعد میشه و در این کشورهای اسلامی زیاد پایگاه های نظامی نیست که با اسلحه اتمی تهدید شوه بیشتر جنگ سیوم جهانی قدرت های بزرگ جهان در هم بر هم میکنه روسیه و امریکا مقابل هم قرار میگیرن کشورهای دیگه در کنار زینا باید قرار بگیرن کشورهای قدرتمند جهان به این خاطر امریکا هم در مدیریت جدیدش به رهبری ترامپ به این معتقد شده که باید از این جنگ زیاد پیش. پیش نبرید دست بکشه اگر دست نکشه روس ها آمادگی زیر دارن و دمی روس روزهای گذشته برخی گزارش های در رسانه ها آمد که روس یک بار دیگه بلخ برخلاف تعهداتی که در سازمان ملل داشتن میخوان که یورانیمشان یورانیم شانه, مو کل شانه و کل اتمی بیشتر بسازند و توصیه بدن دستگاه اتمی شانه به این خاطر هر دو قدرت بزرگ جهانی تحلیل می که همسو است در قت جنگ و در حد اقر در قت جنگ اگر نگوییم ما در کاهش جنگ. جنگ, همسو هستند تشکر جناب دکتر با باور شما هم یعنی خیلی ساده انگارانه نخواهد بود که آتش مثل داعش که این همه شالور ظهور کرد را حالا ما انتظار فرونشینی و حتی خاموشیش را داشته باشیم و شما این انتظار را دارید که حالا اجماع جهانی در یک صف مبارزه بکنند و اراده جدی و قاطی برای سرکوبی و حتی نابودی گروه مثل داعش و حتی پایان جنگ و سرکوبی بخیه گروه های را به میان آمده باشد اول که بسیار سخت ما بگیم که سیاست جهانی بر پایان دادن به عمر دانش فعلا دایش فعلا استوار یافته یعنی انوز... زیاد هم سو باقای با نیستید شاید احتمالات جناب آقای عنیف بیان کنه ولی ما هنوز واقعش هیچ گونه یک شاهد قانی کننده نمیبینیم ببین فقط ترامپ گفته این به زبان گفته زبان گفته که ما با گروه های تو روسیه جمله دایش به صورت جدی مبارزه می کنیم دست خانانی خودی روزم که در بله. کنگره بهم گفت در عمل آنچه که داشت میکشه مستاقش بودن میتونه ما گفتیم که سخنرانی تو را به یک امیدواری بهتر ساخت بله. که دیروز پرروزم در کنگره اونجا سری گفت که ما ریشکن میسازیم تکتابیر را به کار برد خب منایش امریکا یک رادی جدید داره ولی ما باز از یک جهت دیگر قضیه را میگیم که دایش اول ببین بر اساس چه اهدافی به وجود آمد بله. اگر اهداف دایش دا صرفا در داخل منطقه خارمینه اسلامی بوده باشد ما به یک معنا میتونیم بگیم که عمر دایش دا به پایان رسید چون در داخل عراق بیشتر به عنوان یک ابزار فشار بر دولت مرکزی به کار میرفت و دولت مرکزی را وادار به انعطاف ساخت یعنی او موفق شد به اون آره رسید او صدر کوال بسیار تکرو بودک و او زمینه مشارکت یک اقلیت های اهل سنت فراهم نمی ساختن و نرم ساختاری خب این شد و بعد آه یک چیز دیگر که باز بازنده شد که شاید گفت بیتون از طریق یک دولت مشترک یا وحدت ملی گونه عراق راه های نفوذ ایران را کمتر بسازه ولی این به ضررش تمام شد چون هر قدر کوزا متشنی شد نامنی شد بحران شد به نام دایش ایرانی ها فرصت ورودش بیشتر شد یعنی همکاری ها خب ما میگم که در داخل عراق یک از اهداف شمی بود که بتونه اگر به عنوان ابزار فشار سر دولت مرکزی اعمال کنه و به دولت مرکزی بفهمانه که امنیتی شما با هماهنگی با آمریکاست زمانی که شما پافشاری کردید که کلی نیروهای نظامی آمریکا ذرا خارج شود معنایش این که عدم حضور آمریکا یاد در عراق با معنای رشد مجدد توریست ها و این اثبات کرد برای عراقی ها درست در سوریه ما هم در سوریه هدفش براندازی بود یعنی اونجا صرفا به این نبود که جهادگیری سیاست دولت بشار اسد تغییر بدهند بلکه بنایش بعد براندازی این نظام بود چون هیچ کس در کشورهای خاورمیانه خوشبین به اسد نیست و در غرب هم هیچ کس خوشبین به اسد نیست که این هدف حالا اینان... نرسیده به این براندازی بود منتها در مسیر اوضاع به قدری پیچیده شد که من میگم در واقع از کنترل آمریکاییان بیرون شد یعنی دیگه مدیریت نمی چنان گروه های متنوع در داخلی سوریه نفوذ کردند که بخشش تحت کنترلی غرب بود و بخش زیادش اصلا نبودن اونا بنابراین متوجه شد که اگر هم بشار اسد سقوط بکنه یک دولت دلخواه غرب به وجود نمیه یک دولت ممکنه یک اسلام یک دولت مختلط یا اصلا یک نظام هرج و مرج ببین اگر بی‌نظمی و هرج و مرج هم به وجود بیاد خود هرج مرج زمینه تقویت حماس در فلسطین میشه زمینه رشد گروه های زیدی سیونیستی در اینجا میشه چون وقتی که دولت پاسخکوی در سوریه نباشد یک گروه زیدی سیونی خیلی زود میتونه در اونجا رشد کنه و از اونجا عملیاتش ادامه بدن خب منظور ما که اگر این هدف باشد او وقتا ما میتونیم بگیم که چون این هدف داعش در سوریه ناکام شد و بدنامی کافی را به وجود آورد پس بیا ما سره یه را خود ما جمع کنیم یعنی یک برو و یک برگ برنده دست آمریکا میتونه باشد بگه ببین یک گروهی که خودش رشد کرده بود یک خطر اول برای خود عرب بود برای مسلمان ها بود برای همسایه ها بود فقط آمریکا بود و غرب بود که آمدن این خطر را سر شما خلاص کردن آه. پس اون امتیازی فروپاشی یا نابودی داشت شنا چون ابزار استفاده نشد اما در سطح کلانترش یکی از احتمالات را که حنیف سب مطرح کردن این که پهند شدن دامنه جنگ های استخبارات بین قدرت ها شاید در مسیر ما را قرار بته کشورها را قرار بته که منتهی بشه به جنگ جهان سوم که بسود این قدرت ها نیست حتی اگر بسود کشورهای اسلامی به زعم ایشان باشه فکر نمی حتی تا, تا این احتمال هم سبب نمیشه که کشورها را به این نتیجه برسانه که به جنگ پایان بده خب از او جهت ما اگر پیشتر که گفتیم که یک احتمال مایر ما بدیم که دایش فقط یک پروژه برای خاورمیانه یک دفعه یک پروژه برای تمامی کشورهایی که زمینه رشد دایشی ها را داره که تابیتونه از این بینوان یک ابزار در کلی کشورهای غیر خارمیانه در برابر روسیه هم استفاده کنه حتی در برابر چین استفاده ما یک چیز گرم ابهام در آمار مثلا از تحریر در برخی از کشورهای آسیای میانه را اینا مطرح کردن گفتن یک سری بسترهای فرهنگی از قبل طرح شده و زمینه سازی شده بود که شاید اینا مستاق بر جهانی بودن داشت همگاهی بکنه یقینا این موم... نگرانی خود روسیه بر میست و روسیه به این نتیجه رسیده که آمریکا بیشتر میخواد که از های اسلامی رادیکال در جهت مبارزه با رقبای جهانی خود استفاده بکنه چون که در دوران جهادی کار شد منتها در دوران جهاد افغان ها خودش حرکت جهادی رو شروع کردن و آمریکا آمد از اونا. بعد وارد شد داره خب باز افغانستان یک کار خوبی شد که پس از سقوط نجیب گروه های جهادی ما رابطه خود با آمریکا تقریبا قطع کردن احا. دیگه به عنوان ابزار فرصت نداد که آمریکایی ها استفاده کنه و جان ایران یا هر کشور دیگر اون موقع خوب بیشتر ایران خطرناک بود برای آمریکا چون چین و چیزهای دیگه زیاد نبود به این هدف میگیم ولی اگر امروز آمریکا این هدف داشته باشد که روسیه به این نتیجه رسیده ممکنه گروه تحت نام دایش یا شپ دایش اینا بی شاخهای خود در آسیای میانم رشد بیتن گسترش بیتن و در اونجا حرکت های مسلحانه رو شروع بکنه ولی یک احتمال ما میتونیم بگیم یک احتمال که آمریکایا و یا غرب به این نتیجه رسیده باشد که دایش پایان بیدن دو تا دلیلی یعنی بینوان احتمال میتونم اولی که یکی از اهداف اهدافی فرهنگی بود آه. در کنار اهداف سیاسی که غرب من میگم اون جنگ تمدنایی که اونا و مطرح کردن که در آینده جنگ واقعی بین دو تمدن اسلام و غرب وجود داره در این جنگ تمدن پس از فروپاشی شوروی که یک خلای ایدئولوژیک به وجود آمد و در خلای اسلام به عنوان یک مکتبی میانه و متعدل روبروشت بود در داخل جامعه غرب خب اونا خیلی زود توانستند با ساختن یک اسلام رادیکالی افراطی خطرناک و تبلیغات و منور دادن او در جامعه اروپا و غرب اون موج از نفرت را نسبت به اسلام در جامعه غرب به وجود آورد. دیگه خطر تهاجمی تمدن اسلامی در غرب بسیار ضعیف شده. خب از این جهت ما میتونیم بگیم غرب بازوی خود رسید. در واقع اون تهدیدی که از ناحیه تمدن اما این احتمالات به حد فربه بوده میتونه که ما بتون در جنب یک دیدگاه همسو از اردوی شما بزرگوار داشته باشم که بله ما انتظار نابودی داعش را داریم ما میگم که اگر این هدف هم در نظر بگیریم این هدف به وجود آمد فعلا یعنی یک نفرتی یا بگیم اسلام گوریزی در غرب شکل گرفته اه. دیگه اونا این تونس که دنبال اسلام به عنوان یک دینی معتدل و بهتر و ناجی برود و از طرف دیگر آلی بندازی کافی افشا شد که پشت جریان دایش بیشتر غربی ها قرار داره و غربی ها امروز باید اشتباه خود جبران کنه یعنی خودش اگر مستقیم در برابر از این سرکوب نکنه ممکنه این باور که امروز برای روسیه و برای ایران و بعضی کشورهای عربی و بین جیران های مستقل توده ها ملت های اسلامی شکل گرفته این برای اروپا و غرب بسیار خطرناک است روی از این دو تا دلیل ما حدس میزنیم که ممکنه غرب بگه که فعلا بهتر است کمی قضیه جمع کنیم تا در یک فرصت باید بس اگر برای بحث کردن پایان جنگ زیاد فرصت نداشته باشیم اگر داعش را دا در کانتکست خودش بحث بکنیم بالاخره مشخص میخوام پاسخ در بیابم که میشه امیدوار بر نابودی داعش دست کم در میان مدت بود؟ ما فقط میتونیم بگیم که سطح امیدها نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده با توجه به فشارهای شدیدی که در این روزها در عراق و در سوریه علی دایش صورت میگیره و جبهاتی که شکل میگیره و همانگاهی که در قسمت من سطح منطقه وجود آمده که آقای حنیف اشاره کرد و یک مقدار شعارهایی که ترام میدن با توجه به این ما میگیم کاری فعلا امیدواری درست. برای پایان عمر دایش بیش از هر زمان دیگر بیشتر شد خیلی سپاس آقا یعنی اگر قرار باشه دایش نابود شوه و در حالا نیروهای بین المللی با, با پیشگامی نیروهای ارتش عراق بتوانند که دایش را در موصل و بالاخره بنگاهش در خاور میانه نابود بسازن سرکوب بکنن و گلیمشان را بر بچینن اون وقت فکر میکنید که پیامدش چی است و اول دغدغه ما یکی است که عقبه های تروریستی این گروه و بالاخره بقایای این گروه به کجا فرار خواهند کرد کجا خواهند رفت چی خواهند شد آیا هر از گاهی به عنوان نگرانی مطرح میشه کشورهای مثل پاکستان و افغانستان به بستر هموار برای پناه بردن داعشیان پس از سرکوبی باشه باور می هست که داعش مکمل از بین نمیره و یکی ای ایجاد شده به نوع میمانه ای که امروز در عراق شکست میخوره به مرزهای سوریه پناه میبره فردا امکان داره به سودان برود یا به لیبیا برود یا به کشورهای دیگه به طرف پاکستان یا افغانستان بیایه مکمل نابود نمیشه این قرائتی که داعش بر مبنای زوب به وجود آمده و انگیزه هایی که داعش وجود آمده انگیزه های کنشی البته نشان میده که بگونه کلی نابود نمیشه اما امکان است که خیلی تضعیف شود به خاطری که ما دیدیم در فر... این نابود نشدن به طور کل ریشه در اراده بانیانش نخواهد داشت به خاطر دو دلیل وجود داره یکی امو انگیزی کنشی که من اشاره کردم قرائت های خب. ناقص دینی که وجود داره این قرائت ها هیچ وقت اصلاح نمیشه آه. و این مفکوره هیچ وقت از بین نمیره دوم استفاده ابزاری که از این حرکت ها صورت میگیره این استفاده هم هیچ وقت قدرت های استخباراتی و جهانی نمیخوان که اینها رو مکمل از بین ببرن نگاهشان میکنن به یک روزی که از اینا باز دوباره استفاده بکنن ای که چگون استفاده میشه و به آینده محول میشه خب اما اون که... چون فکر نمیکنید که در تناقض با دیدگاه نخواستیمتان باشد که اینا به نتیجه پایان دادن هر دو جنگ هر دو با هم هماهنگی داره از یک طرف انگیزی که اینا زاده شدن بر مبنای و انگیزی ناقص دینی و از دیگه طرف استفاده ابزاری که سازمان ها استخباراتی از اینا میکنن هر دو انگیزه میتونه که زنده باشه و هر دو انگیزه میتونه که اینا را حفظ بکنه در آینده اما در این اواخر وقتی که ما میبینیم در عواملی که شکست باعث شکست داعش شده قدرت های منطقوی درک کردن که چگونه داعش ما میتونیم شکست بدیم از او جمله ای که روش افرادگرایانه داعش بود علیه مردم دل. علیه اهل تشیع علیه مسیحی ها در عراق و همچنان سایر مردم هر کرا گردن می و هر تکفیر می کردن و به قتل می این روش یکی از عوامل و انگیزه های قوی در شکست داعش به شمار می رکب. مردم پشتیبانی از اینا دیگه نمی نقطه دومی که در خور توجه بود در شکست عراق شکست داعش در عراقی که بین اهل تشیع و اهل سنت فاصله که در گذشته بود در وقت حضور نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا این فاصله تقریبا از میان برداشته شده از میان برداشته نشده کلا بلکه خیلی نزدیک شده فاصله حکومت عراق که بیشتر اهل تشیع فعلا نفوذ داره کوشش میکنه که گروپ های ناراض یا گروپ هایی که فاصله دارن از اهل سنت از حکومت اونا رو توجه شانه جلب بکنه مهم. شریک قدرت بس بسازدشان و وحدت ملی را به طرف وحدت ملی براود شیعه و سنی در عراق حتی با مسیحی ها حتی با مسیحی ها در گذشته های تاریخ مسلمان ها همیشه مسیحی بوده یهودی بوده شیعه و سنی همه در کنار هم زندگی حتی هندو بوده همه در یک کشور برادران میهنی یک دیگر هستند هیچ تفاوتی بینشان نیست هر که مذهبشان مقدس است و هر که باید احترام بگذاره به جانب مقابل این فرهنگ اسلامی و تمدن اسلامی به این تاکید داشته در طول تاریخ یکی از نقاط دیگه که در خور توجه هستی که داعش دیگی اواخر منابع اقتصادی که در دست داشت در عراق که نفت استخراج میکردن و به گونه قاچاقی فروختنش به بعضی کمپنی ها این منابع اقتصادی رو رفته رفته با هماهنگی که بین ارتش عراق و گروپ های همکار وجود داشت و قطعات جنگی که از ایران رفته به عراق و همچنان از حزب الله لبنان آمده و از سوریه اقتداد مردم آمده در کنار ارتش عراق می جنگه و مجهز بودن ارتش عراق نسبت به ارتش افغانستان که از قوای هوایی نیرومندی برخوردار هستند و همچنان کمک های هوایی ایالات متحده آمریکا در مجموعی هماهنگی بین علیه داعش یکی از عوامل و انگیزه های شکست دیگه دایش شده امروز دایش این شکلی که از بیرون منابع مالیش کاهش یافته کمک های بیرونیش کاهش یافته این شکل منابع نفتی که منابع اقتصادیش بود اینا هم کاهش یافته و شکست شده درست و دایش اگر نابود هم شود به گونه کامل نابود نمیشه و بالاخره با پرسش ما حالا اگر مشخص پاسخ بدید بقایای با ای واقعا کجا خواهد رفت به های سودان و بقیه کشورهایی را که نام گرفتید و نگرانی ما از حوزه خودمان است به اینجا هم سر خواهند زد یک انگیزه که وجود داره در منطقه که دنبال میشه از طرف قدرت های بزرگ البته بیشتر بازم ما تاکید میکنم شما ببینید در سالهای اخیر موضوع کردستان مطرح است کردستان یک منطقه است بین عراق و ترکیه و ایران موضوع تو کردستان باید دنبال شود و د هرک زماني موخه زی باید فرابرسه ک عراق او ایران او ترکیه تجزیه شوه ی ای یک یاس بازی های هست ک قدرتای بزرگ دنبال میکنه موضوع بلوچستان موضوع دیګری هست ک باید دنبال شوه بین ایران او بین پاکستان موضوع پښتونستان او بزرگ موضوع دیګری هست ک د افغانستان بین افغانستان او پاکستان باید دنبال شوه اختلاف بین شیعه او سنی در عربستان و سعودی او همچون در ایران موضوع دیگه هست که باید دنبال شود در آینده از طرف قدرت های بزرگ جهانی قدرت های استعماری البته به خاطر ازی که اینی آجندا هنوز به پایان نرسیده به هر شکل ممکن داعش و سایر گروپ های مسلحی که به وجود آمده از طرف سازمان استخباراتی اینا به نوعی باید حفظ شوند اینکه که در کجا حفظ میشن متاسفانه کشورهایی را که من نام گرفتم کل از اینا وابسته است آسیب پذیر هم هست همیشه آسیب پذیر است در هر گوشه و کنار در پاکستان صد گروه هست. داعش یک صد و یکمش بستر خوبی وجود داره برای داعش که بیاید دا پاکستان و بستر خوبی برای داعش وجود داره که بیاید دا کویستان های افغانستان در مناطق کویستانی افغانستان زندگی بکنه مهم. از طرف سازمان استخباراتی آیس های پوشش داده شده و همچنان از طرف این ای, ای بحث جنبنده دوباره برمیگردم با پوزش و اول از شما جنبنده بکنم جناب دکتر با تمرکزی بر افغانستان اما از این جا آغاز میکنم پرسش مکه نابودی داعش که اگر نابود بشه فکر میکنه چی تاثیرات بر فرایند شوم تروریسم در جهان به ویژه منطقه خواهد داشت مثلا چی تاثیری بالای بخه گروه های اگر گروه های بیرون را آلا بیرون از منطقه ما مثل بوکو حرام و دیگر نام ببریم و بالاخره سرانجام گروه های مثل القاعده و حتی طالبان چی تاثیر خواهد داشت اگر داعش نخواست نابود بشه اینها چی آسیب پذیری به ویژه روانی از اون نشانه خواهند داشت شکست داعش در سوریه و عراق میتونه یک تاثیری بسیار بسیار منفی روی طرفداران و هوادارانش بگذاره یعنی وقتی دار... خب... وقت که هسته مرکزی ما میگیم وقتی که مرکزی دایش از بین رفت خود طبیعی است که هوادارانش هم ضعیف خواهد شد ببینید یک عامل دیگر در وجود داره ما وقتی که از اول گفتیم که دایش یک پروژه است به معنای زیست که بیسترها و زمینه های داخلی و نه ایدیولوژی که در جامعه اسلامی وجود داره اینا دخیل است منتها حمایت مالی در اینجا بسیار تاثیر گذار بوده خب هواداران دکتر هدف من است که خب حالا داعش که در خیل با خیلی از گروه دیگه تروریستی در ستیز است مثلا با طالبان القاعده که خواسته حالا در افغانستان نابودشان بکنه فکر میکنید که بالای یک گروه ها یعنی در کل تروریسم چه تاثیر خواهد داشت سرکوبی دایش امین بخیر که خود دایش وقتی که مرکزیتش از بین رفت متلاشی شد شعبات و طرفداران یعنی شاخهایی که به او به نام دایش پیوسته بودند در کشورهای مختلف مثل افغانستان، پاکستان یا بعض جاهای دیگر به نام دایش کم کم ایثار وجود کرده. این هم تضیف خواهد شد اما منابع مالی خود از دست میدن هم ام امیدی به یک های مثبت آینده خود از دست میدن یک و دوم داعش به نظر میگره که تبدیل خواهد شد به شکل القایده یعنی اینا حسه خود را مدیریت کلان خود را قدرت و تجمع اصلی خود از دست میتن ولی به صورت شاقه های متفرق مستقل در تا مدت های زیادی این میتونه ادامه پیدا کنه به شکل القایده شاخه های خورد خورد تا در اون موقع تهدیدش به حد اقل خواهد رسید یعنی این نتیجه را امروز القایده یک یک گروه خیلی خطرناک در کشورهای مختلف نیست از رشد که متوقف شده در کنار از او امو امو باقای قبلی خودم حیفظ نتونسته دایشم میتونم این رقم هسته هایی که از دایش در کشورهای مختلف شکل گرفته